این تصویرهای لاگ رو برای اینکه شما بتونید بهتر ببینید نیاز دارید به یه LUT طبیعتاً. یه سری اینجا توی خود فاینال کات توی سیتینگ اینجا توی لاگ پروسسینگ پیش فرض هست، مثل کانون، سونی، بلک ماجیک و الاخر. اگر اینجا نبود چی؟ یه پلاگینی هست به اسم ماجیک بولت لوکس که شما از این میتونید استفاده بکنید. پلاگین فوق العاده ای هست برای اصلاح رنگ. من حالا توی ادامه درسمون بیشتر در موردش صحبت میکنم، ولی وقتی شما بازش کردید اینجا یه چیزی توی تولز داره به اسم LUT. اینجا شما هم از پیش فرضه خودش میتونید استفاده بکنید، به طور مثال اسلاگ تو نیوترال یا همون خونسا که میبینید شما خیلی شبیه اون چیزی میشه که توی نرم افزار توی خود فاینال کات شما دیدید با LUT الکسا. یه چند تا هم اینجا هست، مثلا فرض کنید شما بلو یونیتی که خب البته زیاد چیز نیست، ترانکولیتی، اینا هم یه سری پیش فرضن. اما اگر جزو اینا نبود و نخواستید چی، اگر خواستید یه LUT دیگه خودتون لود بکنید، اینجا میتونید این آیکون رو بزنید و فرض کنیم که من اینجا یه سری پیش فرض دارم، به طور مثال کدا که 2393 به REC 709. همونطور که گفتم خدمتون استاندارد تلویزیونه و استاندارد مونیتور در واقع اصطلاحا. من رو باز بکنم و یه همچین چیزی دیده میشه. اگر این تصویر با کوداک فیلم برداری شده بود، با کوداک 2393 یه همچین چیزی میشد. حالا اگر فرض کنید شما با کنون سیلاگ فیلم برداری شده بود، ممکن بود همچین چیز ببینیم. البته اینو بگم خدمتتون که اگر شما تصویراتون با کنون فیلم برداری شده باشه، کنون سی لاگ، اینجا اگر شما این رو اعمال بکنید و اگر بهش اضافه بکنید، طبیعتا تصویرتون خیلی شبیه به اون چیزی میشه که سر صحنه بوده. یا مثلا خود الکسایی که حالا ما اونجا هم داشتیم، اینجا من این رو اضافه میکنم و طبیعتا شما میدید خیلی نزدیک هست به اون چیزی که توی خود فاینال کات بود. اگر خواستید این فیلتر رو میتونید شما کپی بکنید، من اینجا الان کپی رو میزنم و میتونید به یک سری تصویر اون رو پیست بکنید. مثلا البته اینجا اتفاق جالبی نمیفته من اگر این کار بکنم، بذارید به طور مثال مثلا اینو من بیارم اینجا. حالا که من اون فیلتر رو به این نسبت دادم و این LUT الان روی این هست و کپیش کردم، میتونم اینجا هر چند تا کلیپی خواستم انتخاب بکنم، بیام توی Edit Paste Attributes و اینجا بگم که به طور مثال اون Magic Bullet Loops رو که LUT داره به این نسبت بده و حالا دیگه همه این تصاویری که اینجا هستن اون LUT روشون اضافه خواهد شد. کل این بحث رو اگه بخوام با هم خیلی سریع مروری بکنیم، کودک خیلی خلاصه و مفید روش ثبت اطلاعات به حساب میاد. یعنی یه جور شیوه ذخیره اطلاعاته که مثلا شما اون نور سر صحنه رو حالا عین همونی که هست ثبت میکنید یا اون رو تبدیل میکنید به یه چیزی مثل پرورز با کیفیت خیلی کیفیت بالایی داره و سعی میکنه تا جایی که میشه حالا اون اطلاعات رو از سر صحنه حفظ بکنه، یا یه بخش خیلی زیادی از اون اطلاعات رو شما از دست میدین و حجم رو خیلی خیلی پایین میارید طبیعتا که میشه HD64. ولی کودک لزوماً به رنگ ربط نداره. یعنی کودک شما از کالر اسپیس شما، از جدول رنگ شما کاملا مجزاست. اما عنوان دومی که ما راجبش صحبت کردیم، LUT ها و حالا جدول رنگ ما و همون کالر اسپیس. کالر اسپیس حالا به کودک مربوط نمیشه. شما میتونید لاگ یا فلت رکورد بکنید و HD264 باشه، میتونه را باشه، میتونه پرورز باشه. شما احتمالا دیدید که دوربینایی مثل 5D یا GH4 یا حالا خیلی از دوربین های عکاسی دیگه میتونن فلت تصویر برداری بکنن، یا احتمالا تا چند وقت دیگه خود آیفون هم یه برنامه روش هست به اسم فیلمیک پرو که اونم میتونه این کار رو انجام بده.
ولی این دیگه خارج از مسئله کودکه. اینه که حالا بخوایم خود کالر اسپیس هم با هم یه مروری بکنیم، کالر اسپیس فقط به رنگ مربوط میشه و اینی که رنگ شما با چه مکانیزمی ثبت بشه و این رنگ چه تغییراتی بکنه برای اینکه صدمه نبینه تصویر و حد اکثر چیزی که میشه از سر صحنه برداشت بشه. تصویری که دوربین شما داشته میدیده به طور مثال یه همچین چیزی بوده، دوربین میاد اون رو به یه همچین شکلی ذخیره میکنه، حالا یا لاگ یا فلت اصطلاحا تخته، که به این اتفاق، به این تغییر رنگ که از طریق یه جدول رنگ انجام میشه، به این جدول رنگی LUT گفته میشه و اصطلاحا به این تغییر فیلمبرداری فلت یا لاگ گفته میشه. حالا برای اینکه شما این تصویر تخت رو که فیلمبرداری شده برای اینکه تصویر آسیب نبینه، همونطور که گفتم خدمتتون، توی فیلمبرداری دیجیتال صفر ما که سیاه به حساب میاد و یک ما که سفید به حساب میاد، متاسفانه مشکل ساز هستن به دلیل اینکه کامپیوتر اونها رو سقف و زمین در نظر میگیره، میگه شما طبیعتا از سقف بالاتر نمیتونی بری، پس من سفیدا رو کلا بیخیالش میشم، نمیتونی از زمین پایین تر بری، پس من سیاها رو کلا بیخیالش میشم. اینی که خیلی مشکل ایجاد میکنه، همونطور که ما هم دیدیم، طبیعتا شما اینا رو میارید توی خاکستری تو قسمت وسط قرار میدین که این اتفاق نیفته، و حالا برای اینکه بعدا تصویرتون رو درست ببینید دوباره جدول رنگ نیاز دارید که معکوس اینه. یعنی شما حالا اول از تصویر اون چیزی که بود، دور اون چیزی که دوربین میدید، تبدیلش کرد به یه چیز تخت با یه LUT، با یه جدول رنگ. حالا با یه جدول رنگ معکوس میخواید این تصویر تخت رو و این تصویر فلت رو تبدیل بکنید به استانداردی که روی مانیتور شما درست و خوب دیده میشه. این استاندارد اسمش REC 709 هست، یا همون استاندارد رنگی که مانیتورها باهاش کار میکنن. علت این که ما میاییم مثلا از یه LUT مثل RE2 REC 709 یا به طور مثال Canon C-Log to REC 709 یا Panasonic V35 to REC 709 استفاده میکنیم، همه اینا اونه یه این که میان اون تصویر رو تبدیل به REC 709 میکنن برای اینکه روی مانیتور راحت دیده بشه. بزرگترین مزیتی هم که داره، همونطور که خدمتون گفتم، اینه که هر موقع شما بخواید این LUT رو میتونید از حذفش بکنید و تصویر شما این اصلاح رنگ توش نیست و اصطلاحاً توش بیک نشده، توش پخته نشده. هر موقع شما بخواید میتونید برگردید به این حالت قبل. اینه که من گفتم این در نهایت بگم حتما خدمتتون که کالر اسپیس فقط به رنگ شما مربوط میشه. اینا میتونن را باشن، میتونن پرورز باشن، میتونن HD64 باشن، کاملا این موضوع مجزاست. و بالعکس، کودک شما فقط به رویه و شکل ذخیره سازی اطلاعات و اینی که چجوری کامپیوتر بیاد اون حجم رو کم بکنه برای اینکه کیفیت حفظ بشه ولی حجمم در این حال پایین بیاد مربوط میشه، و اینه که کودک کاملا بستش از کالر اسپیس مجزاست. یه چیزی هم هست که خیلی هم میگن آقا 2000 جور لاگ هم هست. مثلا ما چه میدونم لاگی دیدیم، رد لاگ دیدیم، اس لاگ دیدیم. راستش در واقع همه اینا یکیه. اینا برای اینکه هر کدوم از این شرکت ها میان اسم تجاری خودشون رو میذارن روش، ولی در واقع همه اینا یه چیز هست. مثلا فرض کن شما آری به لاگش میگه آری لاگ سی، لاگ سینماتیک. رد اسم لاگ خودش رو گذاشته رد لاگ. سونی اسم لاگ های خودش رو گذاشته اس لاگ. اس برای سونی و لاگ برای حالا اون سیستم رنگی که داره، مثلا چون سونی لوگاریتمیک 2، سونی لوگاریتمیک 3 یا هر چیزی. کنان هم باز به همین شکل، سی لاگ یا همون کنان لاگ. اینه که اینا هم باز خیلی راحته، یعنی اصلا شما نترسین از این اسماش رو. اینا فقط برای اینکه چون از اسم ثابتی استفاده نکنن، بیان یه برند برای خودشون درست کنن، اومدن یه همچی کاری کردن.